اگه بخوام خودم معرفی کنم که باید بگم تینا کلانکی هستم. از بچگی ناتیا صدام کردن، چون این علاقه زیادی به این الهه زرتشت داشتن. ناتیا به معنی حالا الهه عشق. من تو شناستم اسمم خدیجه است، ولی صدام که من هانیه، هانیه شاهوالی هستم. بعد چیز دیگه هم باید بگم؟ محمود کلانکی هستم. از گذشته خیلی دور اگه بخوام بگم، توی خانواده غیر مذهبی، نمیشه که غیر مذهبی به معنی این که حالا کافر باشن یا بی عقیده باشن، کاملا اینطور نبودن، اما اینکه زندگی ما حول محور خدا به چرخه اینطور هم نبودش. شاید امام حسین برامون خلاصه میشد توی مثلا عاشورا، تاسوعا، هیئت. گذشته که بعضی اون آدم شرمش میشه از گذشته صحبتی بکنه. من توی دوره‌ای، یعنی حتی دیگه حجابم طوری بود که اصلا دیگه به پیرن شاید بیرون میرفتم. توی خانواده مذهبی دنیا آمدم، مادرم خیلی مذهبی بود، شاید خانم جلسه‌ای بود. مادرم گاهی نماز میخوندن، من یادم میاد که گاهی نماز میخونه، اما اینکه پیگیر همیشه نماز خون باشن، فردا نماز خونی باشن، نه. از نظر ظاهری هم خیلی میشه گفت شل حجاب بودیم دیگه، خیلی اهل حجاب گرفتن اینا نبودیم. ما مثلا اگه عروسی جایی دعوت بودیم، تا ما نیومده بودیم اونجا سوت و کور بود. هم که ما میومدیم هم گفتم آخ چون هانیه اومد، یعنی کلا شروع کنه مجلس ماها بودیم میومدیم. به هر حال میگم اصلا در قید بند حجاب و این چیزا هم اصلا نبودیم. مثلا میومدن حرفای میزدن، بعد مثلا تو عمل میدیدم اون نبود. من جبهه رفتم اون زمانی که خب دوم دبیرستان بودم، با افتخار. یکی از افتخارات هم اینه که خب اون زمان رفتم جبهه، واقعا یعنی کسی من نبود. نامه نوشتم برای پدرم، حلالیت گرفتم، دوستان که پدر راضی باشه ازم، با از مادرم اوکی گرفتم، رفتم جبهه برای خاکم، برای دینم، برای وطنم. انقدر اعتقاداتم قوی بود. اما بعدها وقتی که برگشتم، کسایی که مثلا دور برم بودن و میدیدمشون، حرفشون با عملشون یکی نبود. اینا رو من تأثیر گذاشت. گم شدم، فکر و ذهنم شد دنبال پول و زندگی و یادم رفت خدا رو. تو اون گم شدن ها یاد رفیقای شهیدتون نمی افتادید پیداشید؟ نه، وقتی گم میشی گم شدی. نمیدونم حالا شاید این باشه میگه سومون بکمون، یه سری چیز جلو چش آدم میبینی ولی نمیبینی. آخه مگه میشه آدم تو جنگ باشه گم بشه؟ بعدش آدم بغلش رفیق شهید آره. بشه گم بشه. اتفاقی که میفته اینه که پله پله آروم آروم، یعنی متوجه نمیشه. شاید توی باطلاق مثال خوبی باشه، متوجه نمیشی، آروم آروم داری فرو میری. اگه یه وقتی یه چیزی تو رو به خودت بیاره، یه دفعه به خودت میبینی من کجام. شاید بشه بگم از یه رفاقت شروع شد. برای خود من از یه رفاقت شروع شد. من توی مدرسه به هم میگفتن که من دوم هنرستان که بودم در واقع این اتفاق می افتاد، و من می گفتن صدات خوبه، مداحی کن. یعنی ماه محرم به من می گفتن تو مداحی کن، نماز خونه اگه مراسم چیزی بود من مداحی می کردم. میگم ما معتقد نبودیم، اما عشق امام حسین توی ذات آدم هست. می خواد گاندی توی هندوستان باشه یا من توی ایران، این یه چیزی که چون ما انسان ها کمال طلبیم ذاتن، به خاطر همین چه بخوایم چه نخوایم به سمت و سوی یه انسان فوق‌العاده کامل که امام حسین علیه السلام باشن میریم. توی کلاسمون دو تا دختر بودن که چادری بودن، بقیه خیلی مقید، یعنی استفاده از این مدل حجاب رو نداشتن. بعد یکی از همین خانوما که حالا دوست صمیمی من شد بعدن، یکیشون که آیدا بود، یکیشون هم عاطفه بودش. عاطفه حالا رو حساب این که من مداحی میکردم، همون هولوش همون ماه محرم و اینا بود، برای من سیدی مداحی می آورد، کلیپ مداحی می آورد، سیدی مداحی می آورد. بعد
من عاطفه رو خیلی دوست داشتم. عاطفه خیلی شخصیت مهربون و رئوفی داشت، خیلی هم با معرفت بود. این به نظرم خیلی مسئله مهمی توی این تغییراتی که تو من به وجود اومد بود. این معرفتی که عاطفه داشت من خیلی به سمت عاطفه میکشید. وقتی که بهم سیدیا و اینا رو میداد، من میرسیدم خونه، اولین کاری که میکردم این سیدیا رو نگاه میکردم، این سیدیا رو گوش میدادم، مدایا رو که مثلا حالا بنویسم و بیام مثلا فردا توی مدرسه اجرا کنم. توی همین سیدیا بودش، یه سیدی به من داده بود، یه مدایی داشتم میخوندن و آقایونم سینه میزدن. شاید الان امروز من این کلیپ رو نگاه نکنه، خب سینه زنیه، شاید مثلا بگم خوب نباشه من نگاه کنم، اما برای من اون موقع مشکلی نداشت نگاه کردن، شاید پاکترین چیزی بودش که داشتم نگاه میکردم. نگاه میکردم اینو، بعد یه آقا پسری اون پایین سینه میزدن، در واقع سینه زنشون بودن. خیلی دیدی تو خیابون آدم راه میره یه سنگینی نگاهی احساس میکنه، سرشو میگیره بالا، چهره یه شهید رو دیواره. این سنگینی نگاهه، این حس خدایی بودنه وجود داشت اون توی اون چهره. فرداش که اومدم مدرسه به دوستم عاطفه گفتم که این پسره خیلی چهرش خداییه. بعد خندید گفت جای برادری میگی دیگه. من اصلا همچین تفکری نداشتم، واقعا همینطور بودش. گفتم نه، منظورم اینه که چهرش خیلی شبیه شهیده است. بعد عاطفه لبخند زد گفت خب چون شهیده. بعد من تعجب کردم، یعنی اون موقع گفتم باشه، بعد تعجب کردم مثلا هولوش سال 90-89 برام تعجب برانگیز بود که یه پسر جوانی که همین همسون سالای شاید ما باشه، الان ما البته، شهید باشه. بعد پیش گفتم ماجرا چیه، حالا قضیه شهادت ایشون رو برای من تعریف کرد که اینجا خیلی وقتش نیست من بخوام در مورد این مسئله صحبت کنم. شهید حسین صحرایی. تا دخترم بزرگتر شد، رسید به 15-16 سالگی و اوج مشکلات من باهاش شروع شد. یعنی به طوری که نه حرف منو گوش میکرد. بعد من تو همون زمانم خیلی بر من مهم بود که بچه تنها جایی نره. درسته تو چیز نبودم برام خیلی، ولی خب به این چیز خیلی اعتقاد داشتم که تنها نره. یعنی در واقع شما عقاید دینی نداشتی؟ اصلا نره. ولی این که حریم خانواده خیلی برام مهم، حریم خانواده براتون مهم بود. تو روی من وای میستد میگفت نمیخوام بیای، نمیخوام، من که بچه نیستم که تو با من بلنشی بیای. و خیلی، یعنی اون موقع ها من خیلی عذاب میکشتم از دستش. و اون موقعی بود که دوباره من شروع کردم، خلاصه سجده رو باز کردم و شروع کردم نماز خوندن. و بعد از یکی شنیده بودم که سوره فجر رو اگه 40 روز بخونی و به عکس بچه نگاه کنی اون بچه اصلاح میشه. و من شروع کردم سوره فجر رو خوندم، عکس اینو گذاشته بودم، گریه میکردم خدایا درستش کن. یعنی اصلا واقعا هر روزی که از خواب بلند میشد ما با دعوا از خواب بلند میشدیم تا شب که بخوابیم. یعنی دائما ما این فضا تو خونه بود. خانم من برام جذابه اینکه شما از خدا میخواستید که خدا اصلاحش کنه. بله. اصلاح بشه از نظر شما چی بود؟ این که حرف منو گوش بده، حرف شما رو گوش بده. خب یعنی این که مثلا بخواد نماز بخونه، حجاب داشته باشه، اسلام داشته باشه و اینا، نه اصلا. عاطفه برای من تعریف کرده بود که این شهید هم خودش مذهبی نبوده و یه دوره چند تا سخنرانی پای چند تا سخنرانی نشسته بودن و بعدش کلن تغییر کرده بودن، متحول شده بودن و مذهبی شده بودن. برام خیلی جالب بود که یه پسر جوان چرا باید مثلا ساختارهای ذهنی خودش رو تا این حد بشکنه و تغییر کنه. توی گوگل سرچ کردم و خلاصه دستنوشتشون اومد. توی یکی از دستنوشتشون این بودش که خدا حافظ دنیا، تو را با تمام زرق و برقت برای رضای خدا ترک میکنم، اینجا دار فانیست، مقصد ما بهشت. برای من که یه دختر 16-17 ساله بودم اون زمان، خیلی عجیب بود که چرا یه پسر حالا 21-22 ساله باید بیاد بگه من تمام زرق و برقای این دنیا رو برای رضای خدا ترک میکنم. همونجا پشت با گوشی داشتم سرچ میکردم، پشت صفحه گوشیم بودم، گریم گرفت. گفتم خدایا مگه تو چی داشتی که نشون دادی به این پسر، به این جوون؟
که از همه زرق و برقای دنیای نوجوانی و جوانی خودش زده به خاطر تو. تو چه چیزی بهش نشون دادی؟ توی این پسر چه آرامشی وجود داشت؟ توی عاطفه دوست من چه آرامشی وجود داره که من اونو ندارم؟ من تو زندگیم چیزی کم نداشتم، همه چیز برام فراهم بود. مشکلات رو همه دارن، خب عاطفه هم داشت. گفتم عاطفه با اینکه تو زندگیش مشکل داره چطور انقدر آرومه؟ چه چیزی توی اون وجود داره که توی من وجود نداره؟ همون شب توی دفترم نوشته بودم میخواهم مثل حسین شوم. اما در موردش با کسی صحبت نمی کردم، انگار یه حس میکردم شاید غرورم بشکنه اگه در موردش با کسی صحبت کنم، یعنی بگم که حالا من توی ذهنم یه سری تفکرات در مورد تغییر کردن هستش، این رویه زندگی الانمو نمیپسندم، میخوام تغییر کنم. حتی به عاطفه دوستم هم نمیگفتم چیزی در این مورد. آره، خلاصه گذشت رو من آقامون سخنرانی آوردن تو ایام فاطمیه. من این سخنرانی رو گوش کردم، خیلی یعنی چون قلبم هم از دست دخترم شکسته بود، گفتم که خدایا دخترم درست بشه، من سعی میکنم تغییر کنم، سعی میکنم حجابم رو درست کنم. بعد همینطور که داشتم این فکر رو میکردم، بعد گفتم خدایا من که نمیتونم مثلا موهامو کمپلت بذارم زیر روسری، ولی سعی میکنم خیلی حجابم بهتر بشه. از آرایشم هم باز دوباره فکر کردم، دیدم خب نمیتونم از آرایشم بگذرم، ولی گفتم سعی میکنم کمتر آرایش کنم. بعد گفتم خدای من همه نمازامو نمیتونم بخونم، ولی سعی میکنم به هر حال نمازامو شروع کنم بخوندن. اصلا هم خبر نداشتید که اون بر دخترتون داره چیکار میکنه؟ پیش میرفت و عاطفه به من میگه بیا پایگاه بریم مثلا داینود، بریم زیارت عاشورا، بریم هیئت. منم خب رو حساب این که عاطفه واقعا خیلی دوست خوبی بود باهاش میرفتم، خب خوش میگذشت کنارش به هم. عاطفه واقعا خیلی رفیق با معرفتی بود. شما در این گمراهی خانوادتون هم گمراه شدن؟ بله، ما همه یکی از عوامل مهممون ماهواره بود، ما تو خونه همون ماهواره آوردیم. عاطفه یه شب به هم پیام داد گفتش میشه فردا که میخوای بیای هیئت پایگاه حجابت رو رعایت کنی؟ برای ما خیلی بد بود توی دوستی و رفاقتمون بگیم نه، اما با این حال من بهش گفتم عاطفه من حقیقتش نمیخوام به خاطر تو این کارو بکنم، من بهش فکر میکنم، به حجاب فکر میکنم، اما نه به خاطر تو، میخوام یه روزی خودم به اون نتیجه برسم، خودم بهش برسم که اگر انتخابش کردم نذارمش کنار. ماهواره کمک میکرد به این گمراهی و قافل میکرد آدم ها. اصلا چرا ماهواره آوردی؟ استدلال ما اون موقع این بود که برنامه های تلویزیونی خودمون برنامه های مناسبی نداره، سرگرم کننده نیست، سرگرم کننده نیست، این استدلال رو داشت. من شب قرآن میخوندم، قرآن رو میخوندم و خب دونه دونه سوالام رو دنبالش میرفتم، اگر شبهه‌ای داشتم توی هر زمینه اعتقادی دنبالش میرفتم و به جواب میرسیدم، یعنی چون دنبال واقعیت بودم. اینطوری نیستش که من هیچی واسه از دست دادن نداشتم، اگرم به من کسی میومد اثبات میکرد مثلا خدا وجود نداره، من چیزی واسه از دست دادن نداشتم، منطقا دنبالش میگشتم و اینکه خب قلبم دنبالش بود، توی زندگیم شاید یه مقدار کم داشتمش. بعد دوباره میگم رسید به اینجاها که میگم من هم قرآن نسخ کردم، همین نظره رو کردم. بعد از 2 ماه دیدم اومد گفتش که مادر بر من مثلا یه حجابی بگیر. حجابم رو انتخاب کرده بودم تو ذهنم، مادرم گفتن که اگه بخوای این کار رو انجام بدی من دیگه باهات بیرون نمیام. شما همچنان سوره فجر رو خوندید؟ بله بله. برای اینکه دخترتون بله، اصلاح بشه؟ بله درسته. بعد از 2 ماه دخترم اومد بهم گفتش که مادر من میخوام چادری بشم، بر من چادر بگیر. من گفتم بله، و من بهش گفتم که نمیخواد چادری بشی، تو درست شو حرفای منو گوش بده، نمیخوام چادری بشی. بعد دوباره
یعنی مقاومت کردید؟ بله خیلی. خب شما خواسته بودید که؟ نه نمیخواستم چادری بشه، که فقط میگم شاید اون موقع تو اون لحظه معیارم این بود که بچه حرف گوش کنی بشه، مثلا هرچی من میگم مثلا گوش کنه، شاید فقط تز من این بود، نمیدونم. بعد که اومد گفت اصلا یه جوری خود تو ذوقم، اصلا چادری، تو چادری بشی یعنی چی؟ بعد دوباره بعد بهش گفتید دیگه من نه بهش گفتید که با من بیرون نیا؟ نه این تازه بعدش بود. بعد دوباره این چند سری هی اومد به هم گفته، بعد دیدم نه واقعا مصر بر این، بهش گفتم که اگه چادری بشی نه باهات بیرون میام، نه حق داری با من بیرون بیای، نه جایی بریم، نه پیش خانواده من بیای، اینا رو بهش گفتم. دوباره نرفتید دعا کنید که برگرده به اون حالت قبلیش؟ نه اصلا دیگه یادم رفته بود، نظرامو یادم رفته بود، نه که اصلا گفته بودم چه چیزایی میخوام، ولی خب یادم هستش که مثلا اینطورا نبود که نذ کنم که مثلا این اصلاح بشه که چادری بشه، اصلاح بشه که مثلا بیفته تو خط دین، فقط در همین حد بود که میگفتم فقط درست بشه، آره شیطنت نکنه. خلاصه این گفتم برام خیلی مهم بود که تنها بیرون نره. بعد دوباره پدر شب اومد و بعد بگش گفتش هانی دختر چادری میخواد بشه تو نمیذاری؟ پدرم گفتن که من نمیدونم چی شده که به این نتیجه رسیدی، نمیگم درسته نمیگم غلطه، خودت میدونی، ولی من از بچگی شنیدم چادر حضرت زهرا حرمت داره، اگر میخوای انتخابش کنی دیگه نباید از سرت درش بیاری، خوب با خودت فکر کن ببین قطعیه انتخابش کردی یا نه. من گفتم که آره حتما همینو میخوام، این آینده من به همین بنده. پدرم قبول کردن و من محجبه شدم. خب اصلا جدای از بحث دینی به عنوان یک مرد میپرسم، نگران نبودید مثلا به دخترتون کسی نگاه بد بکنه؟ خب میدونین الان فکر میکنم خب چرا، اون موقع دیدگاه هم چیز دیگه ای بود، مثلا خیلی چیزا شاید برام الان از بابتش خجالت هم میکشم، ولی اون موقع برام مایه خجالت که نبود، شاید حتی سلامو بالا میگرفتم راه میرفتم، شاید نمیدونم، نمیتونم الان حسش کنم، ولی الان میدونم که الان نمیتونم اونجوری برم خیابون، الان با بچه‌ام با این حجاب سینم رو سپر میکنم، اخلاقم رو با افتخار میرم. بعد خلاصه چادر سر میکرد اینطوری میخواست بره بیرون، خب باز من همون اعتقاد داشتم، نمیذاشتم بیرون بره که تنهایی که بنام شدم. خلاصه دو نفری میرفتیم خرید، برای نزدیک عیدم بود خرید میخواستیم بریم، من فشن و خلاصه اینطوری، و بعد دوباره این کنار من میومد این شکلی، بعد خدای حجم میرفتیم، من کلی خجالت میکشتم. نسبتتون چیه؟ مادر و دختری؟ ما دوباره همه متعجب. بعد بعضیم عنوان میکردم، خب ما برعکسش رو دیده بودیم که مثلا خب مادر چادری ولی دختر اینطوری، ولی این مدلی تا حالا ندیده بودیم. خدا بگم چی کارت کنه ناتیا، این چی کاری بود با من کردی؟ خلاصه هی میرفتیم و میومدیم. اصلا حس و حال خوبی نبود این که خانوادت پشتت نباشن و تاییدت نکنن تو کاری که به یقین رسیدی که درسته. خب چی شد شما متحول شدید؟ ریشش که آقای امام رضا، یعنی اون نگاه عاشقانه به امام رضا که از قدیم مونده بود. آره من یعنی باید حتما سالی یه بار میرفتم اونجا. ائمه، من اینجوری میگم، ائمه ما رو ول نکردن، ما ولشون کرده بودیم، ما گم شدیم اول عرض کردم، ولی اونا ما رو ول نکردن، تا اینکه یه روز دخترم اومد گفتش که پدر میشه یه 2 ساعت وقت تو به من بدی؟ دختر بزرگم گفتن که میشه 2 ساعت وقتتون رو به من بدیم؟ آره چشم، فقط خواهش میکنم که این 2 ساعت رو وقفه نندازید، یعنی 2 ساعت کامل به من وقت بدین بشینید من کارتون دارم. گفتم که اشکال نداره، گفتم میخوام بشینیم 2 ساعت من یه برنامه میذارم نگاه کنید، 2 ساعت از برنامه استاد رایف پوری برای من گذاشتن، سخنرانی تصویری های استاد رایف پور. چه موضوعی بود؟
در خصوص موضوع یه مقدار حافظم ضعیفه، این که فراماسونری آره ببخشید، ممنونم از آن بابت برنامه فراماسونری. یک ساعت و بالای یک ساعت و نیمه، نزدیک به دو ساعت برنامه شونه، بسیار برنامه عالی بود. برای من چه اتفاقی افتاد تو این دو ساعت؟ فکر کنم دیگه اوج سخنرانی های استاد رائفی پور همون سخنرانیاش در من اولین بار بود باشه. من اولین بار بود که سخنرانیشون رو نگاه میکردم. اما این سخنرانی به نظر من چی کار کرد؟ من به خیلی از دوستانم که احساس میکنم که شبیه اون محمود گذشته من هستم توصیه میکنم که اینو نگاه کنم. چرا؟ چون نگاه میکنم اون کورسوه تو دلشون هست ولی گم شدن. من اتفاقی که افتاد اینو نگاه می‌کردم، یه پازل بزرگی رو در نظر بگیرید، این پازل زندگی من بود. همه جایگاه‌های خودشون رو داشتن. آیه استاد رائفی پور اومدن قرآن رو آوردن، بعد شیطان رو آوردن، ایران رو آوردن، آمریکا رو آوردن، کشورهای دیگه، همه این پازل‌ها رو آوردن یکی یکی آوردن برای من مرتبش کردن، گذاشتن. بعد من نشستم یه چیز کامل دیدم، اصلا قرآن داره منو راهنمایی میکنه، زندگیم داره همه چیزی به من میگه، میگه آقا این عدو مبینه ها، اینا هم یاراشن، حواستو جمع کن، این قسم خورده تو رو گمراه کنه ها، حواستو جمع کن. اما خب زرق و برقایی که شیطون میده به زندگی، به پول، به موقعیت، به همه چیز، آدم غافل میکنه. بعد اون کمک میکنه که به قول خودمون آب و گلالود میکنه. اما من این برنامه رو که دیدم، دخترم به من گفتن نشستم، باور نمی‌کنید بعد از این دو ساعت میخکوب شده بودم، تو این دو ساعت میخکوب شده بودم و بعد از این دو ساعت ساعت‌ها با خودم فکر می‌کردم که خب محمود کجا بودی؟ بعد یه جورایی راهو برای خودم داشتم پیدا می‌کردم، دیدم که واقعا یه بازیه، من شدم بازیچه این ماهواره و برنامه‌ها و حالا مال اموال زندگی و دنیا و این چیزا. و بهترین چیز اینه شما الان نگاه میکنم که هر جا گیر کنی شما قرآن رو واکنی بهت کمک میکنه، باور کنید کمک میکنه، امتحان کنید کمک میکنه، فقط با ایمان، یک به خدا اعتقاد کامل داشته باشی، بگی خدای هر چی تو میگی من فقط تو، توکل کنی به خدا، ولت نمیکنه. یعنی بعد این قرآن باز کن، خدا باهات حرف میزنه، راه نماییت میکنه، بعد برو نترس، اصلا از هیچی نترس. رسید به ایام محرم، بعد دوباره شبایی میخواست بره برای خودش حسینیه، باز من بلند شدم با چادر میرفتم، با چادر سوار میکنم میبردم اونجا، دم حسینیه وای میسادم، دو ساعت طول میکشی، تشم میشستم تو ماشین، نه تو هیئت نمیرفتم، تو این بیاد من اینو بیارمش خونه. دوباره دو شبش اینطوری گذاشت، یه شبش برگشت گفتش که خب مادر تو که زحمت میکشی داری میای اینجا تو ماشین، حوصلت سر میره، پاشو بیا تو. گفتم خب راست میگه، برم تو. خب بعد مشتو گفت کردم رفتم تو، همه مثل خودش چادری، همه جوون، خلاصه تا من با اون تیپ رفتم همه یه دفعه برگشتم منو نگاه کردن. گفتم ایدو چیکار کنم، رفتم معذب اونجا نشستم، ولی از برنامهش خیلی خوشم اومد. ولی اومدنی بهش گفتم که نه چه دیگه من تو نمیام. گفت چرا؟ گفتم روم نمیشه، اونها همه چادری هن. بعد من با این وضعیت واقعا خوب خجالت میکشم. گفت ما در این اون موقع شهر مگه هیئت به شما چیزی گفته؟ هیچ کس حرفی نزد. اتفاقا یه خانومی هم که کنارم نشسته بود خیلی با محبت نگم کرد. این خود من بودم که خیلی خجالت کشیدم، یعنی جو اونجا رو که دیدم خیلی خجالت کشیدم، دیدم خب همه اینطوری، بعد همه اکثرا جوون، من تو این سن و سال واقعا این زرم شرم کردم که چرا مثلا یه زر اوزامو درست نکردم، ولی کاش نمی اومدم. خلاصه بعد از موقع برگشتم بهش گفتم یا تیا من دیگه تو نمیام. گفت ما در این موقع شب میای کسی نیست که، خب یه چادر بیار بذار تو ماشین، خواستیم بریم اونجا چادر رو سرت کن. من گفتم خب راست میگه بچه ها، خب راست میگه، کسی نیست که، من اونجا سر میکنم میام اونجا میشینم. خلاصه با همون کپه موهام چادر رو سر کردم رفتم اونجا نشستم و بعد شب بعدش یه ذره این کپه رو خوابوندم که این چادر بهتر به نظر بیاد. خلاصه این ایام رو گذروندیم. حتی من یادم روز عاشورا همیشه ما میریم بیرون،
اون موقع هم مثلا ما حتما روز تاسوعا و عاشورا رو حتما میرفتیم، یعنی میرفتیم بیرون برای دسته ها رو دیدن و اینا، ولی خب با همون تیپ میرفتیم. این سری اصلا حواسم نبود که من با چادر دارم میرم، اصلا حواسم نبود که تمام اینا رو، حالا برای شوهرم هم اصلا عجیب نبود چون فکر میکنم برای این ایام من دارم این کار رو میکنم. من آرامشی رو که دنبالش بودم و نمیتونم بگم حتما با حجاب، حجاب یکی از اون مراحل بندگی خداست، توی زندگیم به وجود اومده بود، اون آرامشی که دنبالش بودم و پیدا کرده بودم با حجاب، با نماز، با اون خدایی که توی زندگی من حضور پیدا کرده بود. یعنی من قبلا شاید در رو روش بسته بودم، شاید پشتمو کرده بودم بهش، مثل یه آدم که پشتشو میکنه به نور، پشتمو کرده بودم بهش، اما وقتی که برگشتم سمتش کاملا احساسش میکردم توی زندگیم، تو لحظه لحظه زندگی. بعد از فکر میکنم بعد از عاشورا تاسوعا میخواستیم خونه خواهر شوهرم بریم، همین اومدیم آماده شیم که بریم از اون، یه دفعه محمود برگشت گفتش که هانی با چادر داری میای؟ گفتم نگاه کردم گفتم نه بابا، چادر داشتم گذاشتم کنار، خلاصه اومدم بیرون احساس کردم که خیلی خجالت میکشم، احساس کردم اصلا چیزی تنم نیست دارم میرم بیرون، بودو اومدم تو، خلاصه چادر رو سر کردم و رفتم. بعد دوباره سعی میکردم تا مدت ها مثلا بیرون نرم. خانواده کلن متحول شدن پله پله پله، یعنی دخترم، بعد شما بودید، بعد همسرتون، بعد دختر کوچیکه، بعد به ترتیب خانواده متحول شدن. و شما نمیخواستید یه چیزی رو بگید، ولی من تو سوالم میذارم که مجبور بشید بگید. خانوادگی تصمیم گرفتید که 40 برید کربلا و شما ماشینتون رو فروختید که بتونید برید. تو امام حسین چی پیدا کردید؟ یعنی این تحول خانوادگی خودش قشنگه ها، ولی میخوام ببینم که وسیله زیر پا رو فروختید که فقط پیاده برید امام حسین. ماشینم رو خیلی دوست داشتم، صفر خریده بودم، جز ارزش هم بود و از دست دادنش اصلا برام مهم نیست. امام حسین خیلی قشنگه، حضرت ابوالفضل قشنگ که نمیدونم کلمه خوبی به کار نبردم، امام حسینه، فقط چیزایی که میفهمم متوجه میشن آقا امام حسینه. ماشین چیه؟ کاش میشد بری نیایی، در بین بری نیایی، بمونی اردن هدیه بود، جایزه بود، خدا به ما داد. ماشین چیه؟ پول چیه؟ قشنگینم الانم میتونستم، نمیدونم، نگرانم شاید نتونم امسال برم. به من آورو داد، فامیل منو اینجوری میشناسن الان، اگه میخوام برن اربعین برن یا کربلا برن، میان از من راه نمایی میگیرن، اینو اونا دادن. دوست داشتم میرفتم یه چیزی میشد، میموندم توی خاک کربلا، توی این مسیر جون میدادم، اگه جون بدی کمه برای اینا، برای این خانواده کمه. اصل ماجراها رو حالا شاید بهتر باشه مامانم تعریف کنه، چون من این مراحل رو میدیدم که برام پیش میره، غافل از این که یه شعری هم هست میگه من ز خود چیزی ندارم، شاهد حرفم خداست، هر چه دارم از دعای والدینم هست و بس. غافل از این که اون زمان که من خیلی حالا شیطنت میکردم، خانواده رو اذیت میکردم برای رسیدن به اون چیزی که میخوام، مگه میخوام برم تولد دوستم، باید برم،
اگه پدرم میگه نه، اگه مادرم میگه نه، من باید به اون چیزی که میخوام برسم. حالا دنیای بیان بگن نه، دوستاتو ما نمیشناسیم، نمیدونیم چجوریان، چجوری نیستن. من میخوام برم تولد دوستم. از داد و بیداد و گریه گرفته تو خونه تا قهر و درکوبیدن و غیره. چون یه دوره بودش خانواده رو خیلی اذیت میکردم، مادرم خیلی اذیت میشدن. خب من اصلا احترامی حقیقتا قائل نبودم براشون. به اون چیز خودم رو میدیدم، به اون چیزی که خودم میخوام باید برسم، اون منو باید اینجوری بپذیرم. مادرم شبا برام قرآن میخوندن. من اصلا از این ماجراها با خبر نبودم و این تغییراتی که گفتم از دید من همینطوری که تعریف کردم براتون پیش میرفت. غافل از این که پشت ماجرا اینطور بوده که مادرم برام قرآن میخوندن که حالا خدای اینو درستش کن و سر عقل بیارش و بیفته تو راه و از این صحبت ها. شاید بهتر باشه خودشون تعریف کنن این ماجرا، از دید خودشون باشه بهتر باشه. بعد از چند وقتی رسید به ایام فاطمیه، بعد دوباره من موقع دیگه ما به هر حال کلی سی دی ترانه اینا داشتیم، من دیگه یکی سی دی ها رو میذاشتم به درد نمیخورد، میشکستم میداختم میذاشتم، یه سی دی گذاشتم، بعد دیدم که همون سخنرانی که من بهش مثلا با خودم عهد کردم، گفتم رو سری ما حالا نول یکم میکشم جلو، آرایش که سعی میکنم کمتر بکنم، یه دفعه تمام وجودم لرزید. یه دفعه یادم افتاد من عهدی بستم. درسته من مثلا اون موقع از ته دلم نخواستم که مثلا همه این کارا رو انجام بدم، ولی الان توی اون جایگاهی بود که من حجابم کامل بود، نمازم کامل بود. متوجه نشدم یعنی بذارید من ببینم درست متوجه شدم. شما برای این که دخترتون متحول بشه، متحول نه، به حرف شما گوش بده، خب گفتید خدایا اگر این دختر یه ذره به راه بیاد منم یه ذره موامو میدم تو. خب حالا همه نمازام هم به گفته خودتون گفتید همه نمازام هم نه، ولی سعی میکنم نمازامو بخونم. کات چون بعد از دو ماه دخترتون متحول شد، محجبه شد، اعتقاداتش فرق کرد و شما به طور ناخواسته، شما هم کم کم با تحقیق، با حالا کمک دخترتون و دیدن آرامشش تغییر کردید و بعدش تازه یادتون اومد که نذر کردید. یادم افتاد ای وای من مثلا همچین نذری کرده بودم، واقعا همیشه اصلا یادم رفت. یعنی برای همشو رفته بودید دیگه. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. کلام آخر، کلام آخر بیشتر به جوان ها میخوام بگم. بالا بودم، افتادم، خدا رو شاکرم ریسمان الهی رو پیدا کردم. آی جوان الان پیدا کن، تا جوانی، تا عمر زیاد نگذشته اول هستی. ندارم، شما جوان بودید پیدا کرده بودید، جب هم رفتید گم کردم. خب یه چیزی باید بگیم به جوان که گم نکنه، بچسب به این ریسمان الهی، هر کی بچسب به این نماز رو حفظ کنه، هر کس نمازش رو بخونه، هر چقدر هم به کوچه پس کوچه بزنه این نمازه برش میگردونه. اینو قبول دارم. یعنی این تنوبه رو ول نکن، بچسب این، یعنی اگر شما اینا رو حفظ کنید، یکم اهل بیت حضرت رسول رو من میرم اما برای شما اطرت هم میذارم و کتاب خدا. اگر این دوتایی که برای ما حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گذاشتن و اگر بچسبیم بهش گم نمیشیم. جوونی که میخواد به سن من برسی امروز پیدا کن خودتو، اربعین هم از دست ندیم. یعنی اگه یه بار برید دیگه نمیتونیم نره. این اهل بیت رو از دست ندیم، قرآن خدا رو از دست ندیم، ریسمان الهی همین قرآن خداست. نماز رو بخونن جوونا، انشالله که عاقبت به خیر میشه. دستتون درد نکنه. عالی بود. تبریک میگم به شما به عنوان پدر این خانواده. زنده باشید. و این خانواده متحول شده. که جالبش اینه که هر کی جدا جدا هم متحول شده و خیلی قشنگ. به ما لطف داشتن اهل بیت، اون آقای امام رضا اهل بیت بهمون لطف داشتن. ممنونم. زنده باشید.